سلام رفقا، خیلی خوشحالم از اینکه به این واسطه در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از رفقای منجنیق، تریبون کارگری و واکاوی سوسیالیستی که این سری از گفتگوها رو تحت عنوان پروژکتور کارهای برگزاریش رو انجام دادن و لطف کردن و من رو هم جزو این برنامه قرار دادن. قبل از هر چیزی باید تشکر کنم اول از سخنرانای قبلی که خیلی سالهاست ازشون یاد میگیریم، میآموزیم و از دیدگاهاشون دست کم اطلاع داریم در حوزه های مشخص نقد اقتصاد سیاسی. من خودم شخصا از صحبت همه سخنرانای قبلی خیلی نکات جالبی رو یاد گرفتم و خیلی برام آموزنده بود، و در این حال این نکته رو هم بگم که قرار گرفتم در کنار رفقایی که سالهاست در مقام استاد، تحلیلگر، نویسنده یا متخصص در این حوزه ها فعالیت داشتن و انواع و اقسام تألیفات و به زبان فارسی، به زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه در کارنامه‌شون دارن، برای من قرار گرفتن در کنار اونها هم ارزش زیادی داره، هم در عین حال خیلی باعث استرس میشه، به خاطر اینکه من هنوز دانشجو هستم و خودم رو دانشجو میدونم و خیلی سعی میکنم متواضعانه اون چیزهایی که ظرف سالهای اخیر سعی کردم تا حدی روشون متمرکز بشم به لحاظ پژوهشی رو با رفقای دیگه و با دوستان و علاقمندان به این مباحث در میون بذارم. به خاطر همین پیشاپیش اگر هر گونه کاستی، هر گونه صورتبندی غیر منسجمی از مباحث یا هر نکته دیگه‌ای که داشتید و حتما نگه دارید آخر جلسه در قسمت پرسش و پاسخ مطرح بکنید که من یاد بگیرم ازتون. بحث امروزمون در مورد تجربه نولیبرالیسم در ایران و ترکیه است، و خب طبیعتاً تا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم به ناگزیر باید از سیر تحول سرمایه‌داری در این دو تا کشور صحبت کرد. من خیلی نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، خیلی سعی میکنم سرفصلوار به یه سری نکات اشاره بکنم و در ادامهش به بحث رابطه اسلامگرایی با نولیبرالیسم بپردازم و در نهایت هم سعی کنم بحث خودم و حول سیاست‌های شهری که در هم جمهوری اسلامی از 1979 از بعد از انقلاب به این طرف پیاده سازی شدن، مشخصا در نمونه شهر تهران و همین سیاست شهری در دوره اصطلاحاً حکمرانی حزب عدالت و توسعه از 2002 به این طرف بحث خودم رو به پایان برسونم. اولین نکته‌ای که شاید به نظر خیلی ها برسه و خیلی حتی از منتقدین میتونن روی این نکته تاکید بذارن، همونجور که تو خیلی از بحث‌های روزمره‌مون هم شاید شاهدش باشیم، اینه که آیا اساساً کشورهایی که روند انکشاف سرمایه‌داری در اونها متأخر بوده یا با پیروی از مدل اروپای غربی و آمریکای شمالی نبوده، آیا اساساً میتونن سرمایه‌داری تلقی بشن، در نظر گرفته بشن یا نه، چه برسه به اینکه بخوایم ما اونها رو نولیبرالی در نظر بگیریم یا نه. خب طبیعتاً خیلی از پژوهشگرای چپ، خیلی از رفقای ما چه در ایران چه در کشورهای دیگه، در کشورهای موسوم به جهان، جنوب جهانی یا کشورهای کم توسعه یافته و در حال توسعه، سالها روی این مباحث وقت گذاشتن، کار کردن و در کنار مبارزات سیاسی اجتماعی جنبش‌های کارگری و فرودستان در این کشورها به لحاظ آکادمیک و تحلیلی نظری هم سعی کردن خیلی از این مباحث رو پوشش بدن. خب حقیقتش اینه که تاریخ آشنایی ما در ایران با خیلی از این مباحث خیلی دوچار گسست شده به واسطه اتفاقاتی که در ایران بعد از انقلاب
1979 افتاد، سرکوب عظیمی که جنبش چپ باش مواجه شد، جنبش کارگری باش مواجه شد، اختلافات درونی که خود جنبش های چپ داشتن حتی از به سمتی کشیده شد که در رابطه با ماهیت خود حتی انقلابی که در ایران در حال وقوع بود و تحولات پسایند اون، طبیعتاً خیلی از نیروهای سیاسی چپ هم با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. ولی واقعیتش اینه که خب سرمایه‌داری در ایران در دوره پهلوی دست کم در همزمان با تشکیل دولت ملت ایران، سرمایه‌داری هم در ایران آروم آروم نطفه‌ها شروع به کاشته شدن کرده بود و سیر تحول خودشو داشت. حالا تو اون دوره با اون مدل توسعه معروف اصطلاحاً توسعه دولت مدار یا مبتنی دولتگرا، مبتنی بر انحصار تقریبا کامل دولت در روندهای اقتصادی، در کنترل بر اقتصاد، این اتفاق خب در ایران در دوره پهلوی تا حدی اصطلاحاً ریل گذاری شده بود و کارهاش انجام شده بود و شرایط ورود ایران و ادغام ایران در اقتصاد جهانی پیشا پیش طبیعتاً شکل گرفته بود و با مسئله مربوط به صنعت نفت، کشف بهره برداری از نفت و سپس مباحث مربوط به ملی شدنش وارد فاز دیگه ای شد. ولی خب انقلاب ایران میدونیم که انقلابی که در سال 1979 اتفاق افتاد، در این حال که یک انقلاب مردمی به نمایندگی اقشار مختلف مردم بود و در نهایت به دست نیروهای اسلامگرا تصاحب شد، که البته خب روی اینم بحث هست که آیا تصاحب شد یا آیا از ابتدا همینطوری بود. طبیعتاً تاریخ جنبش چپ و جنبش کارگری و مبارزات فرودستان در ایران به ما نشون میده که این انقلاب به رغم تمام نقدهایی که میشه بعدش بهش مطرح کرد، انقلاب کاملا مردمی بود و نیروهای سیاسی مختلفی از جمله خود نیروهای چپ با تمام اختلافات و دستبندی‌های درونی که داشتن در این انقلاب نقش بسزایی داشتن و البته یه بخشی از اونها در نهایت در کنار نیروهای اسلامگرای سیاسی سفارایی کردن و نه تنها موجبات حذف نیروهای سیاسی رقیب از جمله بخشای دیگه از چپ، بلکه در نهایت باعث حذف خودشون هم در سیستم سیاسی که بعد از انقلاب به وجود اومد شدن. به خاطر همین خیلی سخته که ما ایران رو خارج از مدار سرمایه بین المللی بخوایم تحلیل بکنیم، فارغ از این که چه ایدئولوژی سیاسی در هر کشور و در هر جامعه مفروضی بر سر کار هست، منطق نظام سرمایه داری با هر شکلی، با هر شکلی از تحول یا رژیم انباشتی که در اون دوره تاریخی رژیم انباشت غالب محسوب میشه، یک چیزی رو دست کم به ما نشون میده، این که دولت ها بنابر اون تعریف کلاسیکی که خود مارکس و انگلس هست، دولت بورژوایی داشتن و البته خب این تعریف در علوم سیاسی و علوم اجتماعی خیلی نقد شد بعدها، ولی دست کم یک بُعد طبقاتی مشخصی رو برای دولت ها در نظر میگیره، اون هم کارگزار بورژوازی بودنه. و دولت ایران هم به رغم تمام اختلافاتی که دولتی که تو ایران بعد از جریان انقلاب تحت لوای اسلامگرایان سیاسی قد علم کرد، به رغم تمام درگیری هایی که با نظام به ظاهر بین المللی داشت، در نهایت خودش رو در چارچوب و در امتداد و همون نظام بین المللی مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری تعریف و باستولید کرد. طبیعتاً ما میدونیم خب گرایش های مختلفی تو ایران بعد از انقلاب بودن که خیلی سعی شده بود اینها رو در قالب چپ خلاصه بکنن، یعنی گرایشات درون خود اسلامگرایان سیاسی رو خیلی باعث شده بود از طریق لفاظی هایی مثلا طرفداران مدل اقتصاد دولتی با طرفداران بازارگرا مبتنی بر
جامعه بازار، خیلی ما این دستبندی ها رو در تاریخ نگاری اقتصادی ایران شاهدش بودیم که توی این تقسیم بندی ها بخش عمده ای از کسایی که طرفدار اقتصاد دولتی بودن عمدتا چپ محسوب میشن، فارغ از اینکه اصلا چپ چه معنای تاریخی داشته یا میتونه داشته باشه در نگاه با سایر جوامع. حالا اجازه بدید اینجا یکم دست نگه دارم بریم به سمت اتفاقایی که توی ترکیه افتاد و یه صورت کلی از اتفاقایی که در ترکیه قرن 20 تا 1980 افتاد، یه اشاره کلی به یک سری از نقاط عطف تاریخ ترکیه داشته باشم. خب همونجوری که میدونید جمهوری ترکیه در سال 1923 توسط مصطفی کمال آتاتورک پایه‌گذاری شد. همون موقع هم بین خود نیروهای سیاسی ترکیه و از جمله چپ هاشون که طبیعتاً موقع نطفه های اولیه احزاب و جریانات کمونیستی رو بعدها در ترکیه تشکیل میدادن، بحث ها مطرح بود این که آیا انقلاب مصطفی کمال یک انقلاب مترقی هست یا نه، بالاخره انقلابیه که مناسبات فئودالی رو قرار پایان ببخشه، مبتنی بر سکولاریسم، نهاد خلافت عثمانی رو ملغا میکنه و همراه با خودش یک سری توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مدرن سازی در همین حوزه ها رو به همراه داره، از تغییر زبان ملی دست کم در سطح دستور در سطح خط و نوشتار تا اصلاحات مربوط به نقش زنان، تا اصلاحات مربوط به پوشش و ممنوع کردن یک سری از عناصر مذهبی در داخل جامعه ترکیه. بخش زیادی از اصلاحاتی رو شامل می شد که در زبان الیت های بنیانگذار جمهوری ترکیه از اونا به عنوان اصول انقلاب کمالیستی یاد میشه. خب این انقلاب کمالیستی در این حال در یک سیاست، در یک چارچوبی به وقوع پیوسته بود که مناسبات توازن قوای بین المللی هم توش نقش فزاینده ای داشت. مثلا دولت مصطفی کمال طبق یک سری از روایت ها در همون دوره از دولت بلشویک ها هم یک سری کمک ها و کمک های عمدتاً تسلیحاتی و استراتژیک دریافت میکنه. با اون موقع مثلا بلشویک ها هم به یک معنا تایید میکردن انقلاب بورژوایی در ترکیه رو، دست کم به این خاطر که باعث نابودی و الغای مناسبات فئودالی در جامعه میشه. ترکیه بعد از تشکیل جمهوری البته خب اینم بگم هر دولت ملتی از جمله دولت ملت ترکیه و از جمله دولت ملت ایران وقتی تشکیل شدن، یعنی در همین سالهای ابتدایی قرن 20 تشکیل شدن، مبتنی بر فقط استیلای سرمایه بر کار یا بر نیروهای کار نبودن، در این حال مبتنی بر یک استیلای قومیتی و یک استیلای هویتی قومیت‌های بنیانگذار اون دولت ملت در ترکیه، ترک‌ها و در ایران، اون چیزی که ما به عنوان فارس، یعنی هویت ایرانی مبتنی بر فارسی بودن میشناسیم، اتفاق افتاد. یعنی در بعد و تشکیل این دولت ملت ها، هر چقدر هم این دولت ملت ها خودشون رو مترقی جلوه داده باشن یا از جانب تاریخ نگاران به عنوان نیروهای انقلابی در زمان خودشون تصویر شده باشن، ولی در این حال میدونیم که تاریخ محذوفان یا تاریخ اجتماعی یا تاریخ از پایین به ما فکت های دیگه ای رو نشون میده که همه اینها باعث میشه ما به دیده تردید بنگریم به پدیده ای به اسم دولت ملت، فارغ از اینکه این دولت ملت پایش قومیت فارس باشه، ترک باشه، جرمن باشه یا هر قومیت دیگه ای. اقتصاد ترکیه توی مشخصا 20-30 ساله اول بعد از تأسیس جمهوری خب مبتنی بر یک سری
مبتنی بر مدل دولت توسعه گرا بود در ادبیات پژوهشی آثار مربوط به توسعه از دولت‌های دیولوپمنتالیست توسعه گرا صحبت می‌کنن و دولت ترکیه هم تو اون دوره تا حدی نمایانگر همین گرایش مدیریتی بود و توسعه صنایع سنگین، صنعتی سازی با سرعت شدید و اون چیزی که عمدتاً در همین در صحبت‌های خیلی چند حامد سعیدی رفیقمون هم بود الگوی صنعتی سازی جایگزین واردات، خب الگویی که در خیلی از این دولت‌های توسعه گرای ملی تجلی تاریخی پیدا کرده. ترکیه هم مستثنا نبوده از این روند. در این حال خب نظام سیاسی ترکیه از بعد از تأسیس جمهوری تا حدود سالهای دهه 40 بین دهه 40 تا 50 مبتنی بر یک نظام تک حزبی بود که حزب بنیانگذار جمهوری یعنی حزب جمهوری خواه خلق که هنوز هم سر پاس و الان در حال حاضر حزب اپوزیسیون اصلی عدالت و توسعه رو تشکیل میده به صورت یک تازانه‌ای حکومت میکردن، هم از نظر سیاسی هم فرهنگی هم اقتصادی و این ماجرا یعنی این تک حزبی بودن نظام سیاسی ترکیه خود ترکیه باعث خیلی روندهای سیاسی متفاوتی شده، روندهایی که در نهایت منتهی شد به گذار نظام سیاسی ترکیه از یک نظام تک حزبی به یک نظام چند حزبی، نظامی که اتفاقا توش یعنی نطفه های اون چیزی که ما اسمش رو در نهایت اسلامگرایی توی ترکیه میذاریم دقیقا از همین دوره‌ای که شرایط برای گذار از نظام تک حزبی به نظام چند حزبی مهیا شد خیلی از نیروهای سیاسی که آشکارا اسلامگرا نبودن وارد اون عرصه شدن، احزاب مختلفی مثل حزب عدالت رو تأسیس کردن که این حزب تأثیرات زیادی رو از جهات مختلف توی جامعه ترکیه داشت. من مجبورم خیلی کلی صحبت بکنم به خاطر اینکه بتونم مباحث خودم مطرح بکنم، به خاطر همین نظرت میخوام که از خیلی جاها مجبورم بپرم تا به دوره‌ای برسم که قرار با تمرکز بیشتری روش صحبت بکنیم. در این حال ما میدونیم تو نیمه دوم قرن بیستم نه فقط توی خاورمیانه یا کشورهای جنوب جهانی بلکه در سراسر جهان مبارزات کارگری یعنی احیای یک با یک احیایی سر و کار داشتیم، مبارزات کارگری، مبارزات حالا با ورود به دهه 60 مبارزات دانشجویی، مبارزات زنان و بخش‌های دیگه‌ای از مبارزات بی صدایان یا فرودستان در سطح جهانی تو اون دوره توسعه پیدا کرد. تو ترکیه هم توسعه این مبارزات باعث شده بود که در سالهای منتهی به دهه 1980 دهه‌ای که خصلت نشانش کودتای 12 سپتامبر 1980 در ترکیه هست که تاریخ مدرن ترکیه و مخصوصا تاریخ معاصرتر ترکیه رو تحت تاثیر خودش قرار داده و به قبل و بعد از خودش تقسیم کرده، اتفاقایی افتاد در اون سالهای منتهی به 1900 به دهه 1980 که باعث شده بود ارتش ترکیه به هر ترتیب دست اسلامگراها رو برای قدرتیابی سیاسی در برابر چپ کمونیستی، در برابر جنبش‌های سوسیالیستی یا جنبش‌های چریکی و همچنین جنبش رادیکال شده کردی مجبور شد دستش رو باز بذاره. البته خیلی شاید نشه از اجبار در اون معنای صرفش صحبت کرد، علاوه بر اجبار احتمالاً یک اولویت یا یک ترجیح اقتصادی سیاسی مشخص هم پشت این تصمیم بوده و در این حال این تصمیم فقط چیزی نبوده که مرتبط با ترکیه باشه. ما میدونیم در همون سالهای 1960 به بعد تحت عنوان مبارزه با کمونیست در سطح جهانی آمریکا و کشورهای اروپایی غربی سعی کردن منابع عظیم مالی، تسلیحاتی و
استراتژیک رو در اختیار بخش عمده ای از جنبش های غیر چپ از جمله جنبش های اسلامگرا و جنبش های ناسیونالیستی افراطی یا حتی به تعبیر جنبش های فاشیستی در کشورهای پیرامونی مثل خود ترکیه یا حتی مثل خود ایران در اختیارشون بذارن یا به تعابیری با دولت‌های مرکزی وقت به توافق‌هایی دست پیدا بکنن که به واسطه اون نیروهای سیاسی اسلامگرا بتونن قد علم کنن در برابر ظهور، شکل‌گیری و رادیکال شدن جنبش کمونیستی که تو اون زمان مشخصاً یک خصلت کارگری قوی و در این حال یک خصلت مسلحانه نیرومند هم دست کم در مورد ترکیه داشت. یعنی ما ظهور اسلامگرایی سیاسی در معنای مدرنش در معنای مدرنش رو در مثلا ترکیه باید هرچند که میشه طبیعتاً تا تاریخ عثمانی و قبل‌تر از اون هم پیش برد، ولی من بیشتر در معنای مدرن کلمه صحبت میکنم، یعنی در دوره جمهوری ترکیه از 1923 به این ور شکل‌گیری جنبش اسلامگرا در ترکیه رو باید تحت تاثیر چند تا عامل تلقی بکنیمش. یک سری از عوامل بیرونی هن، یک سری از عوامل درونی هن. شاید اصلی ترین عامل بیرونی که بشه ازش صحبت کرد، خب طبیعتاً احیای اسلامگرایی سیاسی به واسطه انقلاب ایران بود که باعث شد در منطقه یا دست کم در کشورهای مشخصی از منطقه جریانات اسلامگرا به رغم اینکه انقلاب ایران یک انقلاب مبتنی بر یعنی انقلابی بود که شیعیان توش نقش داشتن و در نهایت شیعیان توش قدرت سیاسی رو تصاحب کردن، به رغم اینکه این مدل از اسلام سیاسی مدل اسلام سیاسی شیعی بود، ولی در این حال تونست به کشورهای سنی هم تا حدی اگر نگیم خودش رو صادر بکنه دست کم تونست الهام بخش باشه برای جریانات سیاسی اسلامگرا با صفتهای مختلف، یعنی اسلامگرایان سنی، حنفی و غیره. به عنوان یعنی عامل بیرونی، خب طبیعتاً از تأثیر انقلاب ایران و تحولات دیگه در کشورهای مشخصاً خاورمیانه و آسیای غربی میشه صحبت کرد، ولی در مورد عوامل درونی اگه بخوایم صحبت بکنیم، علاوه بر اون چیزی که بهش دقایق پیش اشاره کردم، مبارزه با کمونیسم یا کمونیسم ستیزی هدایت شده تحت لوای ارتش و اصطلاحاً استابلیشمنت یا دستگاه حاکمه ترکیه، به چند عامل دیگه هم میشه اشاره کرد. فقط قبل از که من به این عامل ها بپردازم، مجبورم دوباره یک پرانتز دیگه باز بکنم. در ادبیات در حوزه جامعه شناسی یا علوم سیاسی یا جنبش های اجتماعی یک سری مجادلاتی هست بر سر تعریف اسلامگرایی و پسا اسلامگرایی. من خیلی وارد این مجادلات نمیخوام بشم، فقط یه اشاره خیلی کلی به مخصوصا تعریف پسا اسلامگرایی باید بکنم که پژوهشگران مختلفی از جمله خود آقای مثلا آصف بیات در سالهای اخیر به واسطه بررسی تجربه های کشورهای مثل ایران، مصر، ترکیه و کشورهای دیگه خاورمیانه و شمال آفریقا سعی کردن صورت بندی بکنن. توی این تعریف اساسی، یعنی اسلامگرایی کلاسیک، اسلامگرایی سیاسی کلاسیک رو حول نیروهای سیاسی تعریف میکنن که خواهان دگرگونی تمام و کمال جامعه به سبک و سیاق اسلامی هستن، یعنی حامی تمام و کمال اسلامی سازی جامعه هستن، به شدت اصطلاحاً گفتمان و رتوریک رادیکالی دارن، انگیزه های عدالت خواهانه توشون هست، دیدگاه های اونجوری که در جمهوری اسلامی ترجمهش کردن استکبار ستیزانه دارن، خودشون رو در مقابل تا حدی نظم بین المللی غالب تعریف میکنن،
و خواهان دگرگونی کامل جوامعی هستن که توش امکان قدرتگیری سیاسی دارن. این تعریفیه که عمدتاً در رابطه با اسلامگرایی سیاسی کلاسیک انجام میشه. در برابر این تعریف اما پژوهشگرایی هم هستن که از دهه 1990 به این طرف، مخصوصا از اواخر دهه 90 میلادی به این طرف، سعی کردن چیز دیگه ای رو تحت عنوان پسا اسلامگرایی مطرح بکنن. مشخصا خود آقای آصف بیات یکی از کسایی هست که تو این زمینه نظریه پردازی کرده، یک کتابی داره به اسم، من اینجا چون ترجمه ترکیشو خوندم ترجمه ترکیشو ترجمه میکنم به فارسی، انگلیسیشو الان خاطرم نیست، به اسم دموکراتیک سازی اسلام اگه اشتباه نکنم، در مورد تجربه ایران و در مورد تجربه اصلاحات در ایران و مصر هستش. خب آیه بیات توی این کتاب عمدتاً اسلامگر پسا اسلامگرایی رو یک گسستی از اسلامگرایی کلاسیک تلقی میکنه که دیگه شبیه اسلامگرایی کلاسیک دنبال دگرگونی و زیر و رو کردن 100% یک جامعه یا اسلام یا اصطلاحاً اسلامی سازی تمام و کمال یک جامعه نیستن. گفتمانشون به نسبت اسلامگرایان کلاسیک متکثرتر در برابر تفسیر واحد از متون مقدس، مثلا به تفاسیر متکثرانه از متون مقدس و اصول مذهبی و فقهی باور دارن. در بین مواد گفتمانیشون تعابیر غیر اسلامی بیشتری پیدا میشه، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل توسعه و موارد مشابه. و در نهایت، خب البته من بگم من خیلی موافق با نتیجه‌ای که آقای امثال بیات از بحث پس اسلامگرایی در خاورمیانه میگیرن نیستن. از نظر امثال آقای بیات، من نمیدونم در مصاحبه های سالهای آیندهشون در این زمینه چیزی رو جرح و تعدیل کردن یا نه، ولی بر مبنای اون چیزی که در کتابشون به من دیدم، کتابیه که اگه اشتباه نکنم اوائل 2000 منتشر شده، معتقدن که این گرایشات پسا اسلامگرایانه مشخصا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین گزینه یا عملی ترین یا عملا تنها گزینه موجود در برابر گرایشات اقتدارگرای دولت‌های کشورهای پیرامونی هست. یعنی اینکه حالا به بیان خیلی ساده ترش بخوایم مطرح بکنم، یعنی مثلا از نظر آقای بیات اصلاح طلب‌ها در ایران یا حزب عدالت و توسعه در ترکیه در برابر رژیم‌های سیاسی مستقر در این کشورها یک امیدی به آینده، یک امیدی به اصلاح، یک امیدی به خدمت شما دموکراتیک سازی، خدمتتون هست، دموکراتیک سازی جامعه یا سیاست هستن، پنجره‌ای به این سمت هستن. خب این دست کم در نمونه‌های تاریخی ایران و ترکیه ما شاهدش بودیم که این نوع از صورت‌بندی مسئله کوچکترین ربطی به واقعیت نداره، کما اینکه خیلی از گرایشات اقتدارگرایانه همین دولت‌های مستقر در این کشورها اتفاقا از طریق همین جریانات پسا اسلامگرایی که یه محبوبیت بین‌المللی هم پیدا کردن در سالهای بعد شکل‌گیریشون کاملا تکرار شده و بخش عمده‌ای از گرایشات اقتدارگرایانه در بهترین حالت اگر نگیم فاشیستی دولت‌های موجود رو اتفاقا دولت‌های اسلام گرای موجود در ایران و دولت سکولاری که تا قبل از روی کار اومدن احزاب اسلامگرا در ترکیه روی کار بودن، بخش عمده از اون گرایشات اقتدارگرایانه به نحو دیگه‌ای باستولید شده در دوره حکمرانی پسا اسلامگرایان در ایران و ترکیه. واقعا اینم بگم که منظور از اصطلاح پسا اسلامگرایی توی کتاب خود آقای بیات بیشتر تاکید روی خود جنبش اصلاحات در ایران و جنبش حزب عدالت و توسعه در ترکیه هستش. اصلا میگه مدل آغازین پسا اسلامگرایی از ایران در اومده و بعد به کشورهای دیگه منتقل شده. خدمت شما عرض شود که
اینم یه پرانتزی بود که باید در مورد مسئله اسلامگرایی و پس از اسلامگرایی باز میکردم. اتفاقا میگم ما تاریخا مشاهده کردیم که در همین تاریخ نزدیک و کوتاه بعد از دهه 1990 تا به امروز مشاهده کردیم که ربط اسلامگرایان به نولیبرالیسم چه کیفیتی داره. مثلا برای ما در جامعه ایران یا برای یک نفر در جامعه ترکیه شاید در وهله اول این سوال مطرح بشه که آقا مسلمان ها به خاطر اخلاق اسلامی، به خاطر تأکیدی که روی اخلاقیات و معنویات دارن، اصلا نمیتونن گزینه های خوبی برای به عنوان سوژه های سرمایه داری باشن، حالا چه در قالب بیزینسمن، چه در قالب کارآفرین، چه در قالب سرمایه گذار و غیره. در صورتی که ماهایی که این میخواد اشتباه گفتم ببخشید، برای کسی که از بیرون نگاه میکنه شاید همچین چیزی وجود داشته باشه، برای کسایی که در این جوامع اسلامگرای سیاسی چه در نسخه ایرانیش چه در نسخه ترکیش در سالهای اخیر زندگی کردن میدونن که خب این کوچکترین ربطی به اتفاقاتی که در این کشوران میفته نداره. اتفاقا اسلامگراها شاید خیلی با اشتیاق بیشتری انگیزه ها و تمایلات سرمایه داران خودشون رو سعی میکنن از طریق سیاست گذاری های مختلف پیش ببرن و جامعه رو به سمت یه ترکیبی از حالا اسلام و سرمایه داری یا اسلام و نولیبرالیسم هدایت بکنن. مثلا اجازه بدید یه نقل قولی رو از نجم الدین اربکان بیارم. نجم الدین اربکان همونجور که میدونید کسیه که اسلام سیاسی متأخر در ترکیه با اسم اون شناخته میشه در دهه 90. آقای اربکان در ترکیه تونست جنبش اسلامگرا رو به نحوی احیا بکنه که در نهایت نتیجه اون احیا رو یک نفر دیگه از اعضای جنبش خودش، جنبشی که معروف بود به بینش یا بصیرت ملی در ترکیه، ملی گروش در زبان ترکی بهش میگن، در نهایت به دست رجب طیب اردوغان افتاد. رجب طیب اردوغان از جریان بصیرت ملی انشعاب زد به عنوان یک رفرمیست و حزب عدالت و توسعه خودش رو در سال 2002 پایه گذاشت. حالا جالب می‌دونیم که در ترکیه ورود این سیاست‌هایی که موسوم شد به سیاست‌های تعدیل ساختاری یا سیاست‌های نولیبرالی با یعنی قبل از اسلامگرایان این اتفاق افتاده بود. در کودتای 1980، 12 سپتامبر 1980 که رئیس کل ارتش کنان اورن رهبری اون کودتا رو به عهده داشت، اولین اقدامی که انجام داد آوردن یک شخصیتی بود به اسم تورگوت اوزال از بانک جهانی، که یعنی تورگوت اوزال خودش تو ترکیه سیاستمدار تقریبا نسبتا جوونی بود، چند سال توی بانک جهانی کار کرده بود و کودتای 1980 که توی ترکیه به وجود میاد اتفاق میفته، یکی از اولین اقداماتی که خونتای نظامی انجام میده منصوب کردن آقای تورگوت اوزال به عنوان وزیر اقتصاد دولت کودتایی بود که بعد از چند سال اصلا خودش تبدیل شد به نخست وزیر ترکیه. و نولیبرالیسم در ترکیه تقریبا مصادف با یعنی هممعنای با اوزالیسم، یعنی طرفداری از سیاست‌های اقتصادی که آقای اوزال انجام میداد. یک سری تصمیمات هست معروف شدن، موسوم شدن به تصمیمات 24 ژانویه 1980 یا 81 اگه اشتباه نکنم. اولین سری از تصمیماتی هستن که به عنوان سیاست‌گذاری نولیبرالی در ترکیه ازشون یاد میشه، مثل تصمیماتی مثل محدودسازی موانع مربوط به واردات، کاهش ارزش پول ملی، تعریف وسعت و گستره
خصوصی سازی ها و دست کشیدن از مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعتی سازی جایگزین واردات. این تصمیمات موسوم به تصمیمات 24 ژانویه 1980 یا 81 اتفاقی بود که سیاست گذاری نولیبرالی رو در ترکیه به شدت تحت تأثیر قرار داد و عمده تاریخ نگاران کار یا تاریخ نگاران اقتصادی ورود سیاست های نولیبرالی به ترکیه رو همزمان با اجرای این قوانین تحت نظر و بررسی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تلقی میکنن. در دوره‌ای که نولیبرالیسم اصطلاحاً صدای پاهای نولیبرالیسم به واسطه حضور خونتای نظامی و کودتای 1980 در ترکیه شنیده شد، خب ما میدونیم همزمان ممنوعیت عظیمی برای اتحادیه‌های کارگری به وجود اومد. بخش عمده‌ای از یعنی تقریباً همه احزاب سیاسی مخالف از جمله احزاب سیاسی چپ و سوسیالیست غیر قانونی اعلام شدن، ده‌ها هزاران نفر بازداشت شدند، صدها نفر اعدام شدند در همون حوادث منتهی به و بعد از کودتای 1980 و یک جو امنیتی یا اون چیزی که در علوم سیاسی و اجتماعی ازش به عنوان امنیتی سازی جامعه یا امنیتی سازی نظامی سازی سیاست یاد میشه در ترکیه، همون جور که چند سال پیشش در شیلی به واسطه یک کودتا اتفاق افتاده بود، در ترکیه مجدداً با یک کودتای دیگه به ترتیبی تحت نظر همون پسران شیکاگو مورد علاقه اصحاب فلسفه نولیبرالی تونست به ظهور برسه و جاپای خودش رو در یک کشوری مثل ترکیه که تاریخ اقتصادی خیلی دولتگرایانه تری داشت محکم بکنه. طبیعتاً جریانات اسلامگرای سیاسی در ترکیه از در اون دوره سعی کردن از اون موقعیت استفاده بکنن. یعنی همونجوری که میدونید یه و تو این کتابی که منم ترجمه کردم و روی سایت منجنیق در دسترس هست، ظهور سرمایه اسلامی و نولیبرالیست در ترکیه، در فصل‌های مختلفی تو این کتاب هم به این مباحث پرداخته شده. جریانات اسلامگرا سعی می‌کردن که اصطلاحاً سری در میان سرها در بیارن، چون تا قبل از اون بورژوازی بزرگ ترکیه که مبتنی بر سرمایه عظیم نهادها و بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در عمدتاً غرب ترکیه و مشخصاً استانبول بود، سرمایه اسلامگرا تا اون سالها تا سالهای 1980 عمدتاً وجود و تجلی قدرتمندی نداشت. اگر هم چیزی بود، معطوف بود به یه سری بنگاه‌های خرد مقیاس مبتنی واقع در منطقه فلات مرکزی آناتولی که اصلا به خاطر همین بعدها اسمشون در ادبیات اقتصاد سیاسی مرتبط معروف شد به سرمایه آناتولیایی، سرمایه آناتولی در برابر سرمایه بزرگ واقع در استانبول. ظهور یعنی سرمایه اسلامگرا رو در نهایت در ترکیه باید در نسبتش با سرمایه طبیعتاً سکولاری که بنیانگذار در این حال جمهوری ترکیه هم بود در نظر گرفت. در اون دوره من میتونم به چند تا نکته اشاره بکنم. مثلا در دوره‌ای که تا قبل از شکل‌گیری حزب عدالت و توسعه، دوره‌ای که عمدتاً شخصیت اصلی سیاسیش نجم الدین اربکان و هنوز رجب طیب اردوغان قدرت و شهرت پیدا نکرده، نجم الدین اربکان در ترکیه بیشتر اسمش با اسلام سیاسی رادیکال در برابر اسلام سیاسی منعطف امثال گولن، فتح‌الله گولن
شناخته میشه. اربکان خودش خب یه مهندس مکانیک بود و قبل از اینکه به نخست وزیری برسه عمده فعالیتاش فعالیت‌های تجاری در اتاق اصناف و تجار آناتولی، عمدتاً حلقه‌های سرمایه همونجور که گفتم خرد مقیاس یا کوچک مقیاس، از طریق اون حلقه ها تونسته بود خودش رو معروف بکنه و تونسته بود رضایت و موافقت بخش عمده ای از جریان سرمایه های خرد اسلامی رو توی ترکیه به دست بیاره و تونست در نهایت بهره برداری سیاسی هم ازشون بکنه، هرچند که نه به شکل خیلی قدرتمندی، چون اکثر اتفاقایی که افتاد در مشخصا بعد از 1997 باعث شد که اسلامگرایی سیاسی یا اسلام سیاسی در ترکیه برای یه دوره محدودی دچار سکته بشه، متوقف بشه و بعد با ظهور حزب عدالت و توسعه دوباره پا بگیره. ولی اون موقع یعنی در از اواسط دهه 1980 به بعد و مشخصا در طول دهه 1990 میلادی ما یه الگویی داشتیم در ترکیه که اسلامگرایان سیاسی خیلی تبلیغش میکردن، اونم الگوی اقتصاد اسلامی بود. حالا منظور از این اقتصاد اسلامی چی بود؟ تمرکز عمده این الگوی اقتصادی مبتنی بر همونجور که گفتم بر بنگاه‌های کوچک و خردمقیاس در برابر انحصارهای بزرگ سرمایه سکولار یا سرمایه بورژوازی بزرگ ترکیه که متمرکز در غرب ترکیه، استانبول، آنکارا و حتی جنوب غربی ترکیه، شهرهایی مثل ازمیر بود، در تقابل با اونها قد علم کرد. یکی دیگه از گزینه‌هایی که روش خیلی دست گذاشتن اون موقع، اتفاقا توی ایران هم افتاد، در خلال انقلاب هم بعد از انقلاب در زمان تهیه و طرح پیشنویس‌های مربوط به قانون اساسی، بحث مربوط به این بانک‌های بدون بهره بود در ترکیه. حالا جالبیه این بانک‌های بدون بهره اینه که عمدتاً این بانک‌ها سرمایه‌شون رو از طریق پولی که کارگران مهاجر ترک که عمدتاً هم گرایشات مذهبی داشتن و تو کشورهای اروپایی از جمله آلمان یک پنجره مهاجرتی رو تشکیل داده بودن طی سالیان گذشته، این جریانات اسلامگرا در دهه 1990 خیلی سعی کردن که پولهای این کارگران مهاجر عمدتاً مسلمون رو کانالیزه بکنن در سیستم بانکی خودشون و در این حال سرمایه گذاری هایی که میکردن خب سرمایه گذاری های تو حوزه های صنایع سنگین نبود، عمدتاً در حوزه هایی مثل کالاهای مصرفی با دوام و سازمان های حج و زیارت و مشخصاً بحث ساخت و ساز یا کانستراکشن، ساختمان سازی بود. در این حال طریقت های مذهبی یا فرقه های مذهبی در ترکیه آروم آروم نقش پیشرفته تری ایجاد کردن و یه نقش پیشرفته تری رو ایفا کردن و بعد از مدتی بخش عمده ای از هلدینگ هایی که تشکیل شد هیئت مدیره شون مستقیم یا غیر مستقیم از طریق عضویت در همین طریقت های مذهبی شکل می گرفت. خب یه تفاوت اصلی هم این بنگاه های خرد که البته بعد از یه مدت تبدیل به هلدینگ شدن، شکل مالکیتی بود که توی این بنگاه ها وجود داره، برخلاف اون شکل مالکیتی که در بورژوازی بزرگ ترکیه رایج بود. ما اینطوریه که در ترکیه یه سری خانواده های تاریخاً ثروتمند هستن، تاریخاً هم که میگیم عمدتاً منظور بعد از تشکیل جمهوری ترکیه است، مثلا خانواده کوچ که یکی از بزرگترین هلدینگ های بورژوازی بزرگ ترکیه رو داشته، البته تو دوره حزب عدالت توسعه میگن خیلی مورد قبول حزب حاکم نبوده ولی به هر ترتیب بقای قدرتمندی داره هنوز که هنوزه.
برخلاف این مدل مالکیت بنگاه های مربوط به بورژوازی بزرگ که مالکیت خانوادگی بوده و همینجوری نسل در نسل به این افراد منصوب به اون خانواده رسیده و میرسه، این بنگاه های اسلامی اتفاقا ساختار مالکیتشون مبتنی بر سهامداران متعدد بود به جای مثلا عضویت در یک خانواده یا ربط نسبت خونی داشتن با یک خانواده، و همین هم باعث می شد که بتونن افراد زیادی رو درگیر این بنگاه ها بکنن، یعنی نظر افراد زیادی رو نسبت به این بنگاه ها جلب بکنن، جوری که مثلا دوتا هولدینگ معروف هستن مرتبط با اون دوره، یکیشون هولدینگ کومباسان توی ترکیه است و یکیشون هم هولدینگ یین پاش. گفته میشه که هر کدوم از اینا تو دهه مثلا 1990 نزدیک، اگر رقمش الان اشتباه یادم نره، نزدیک مثلا 5 تا 10 هزار سهامدار داشتن و اصلا یه رقم عجیب غریبی، ولی خب این از الگویی بود که اون موقع سرمایه اسلامی باید طی می‌کرد تا بتونه خودش رو در قالب یک انحصار بزرگتر بعدها مطرح بکنه، یعنی اتفاق ناگزیری بود که باید می‌افتاد. در کنار اینها اسلام‌گرایان سیاسی در ترکیه یک پایگاه قوی دیگه همیشه داشتن. این پایگاه رو عمدتاً ما در جنبش فتح الله گلن می‌بینیم که خیلی فعالانه ازش استفاده کرد، اونم منظور مدارس خصوصی، دانشگاه ها، کلاس های آموزشی و خوابگاه های مذهبی بود که میگم این اون بخش عمده ای از فعالیت های میسیونری فتح الله گلن از همون دهه های 1980 تا به همین امروز، نه فقط در خود ترکیه بلکه در مجموعی از کشورهای مختلف جهان، از هر جای دنیا رو بگید توش هست، تقریبا شروع کرد به تأسیس مدارس مذهبی و فرستادن و پرورش مبلغان مذهبی که بعدا بتونه ازشون بهره برداری های سیاسی اقتصادی مشخص بکنه. فتح الله گلن خب در جنبش اسلامگرایی ترکیه تا قبل از این 7-8 سال اخیر که به عنوان نیروی تروریستی محسوبش بکنن و بعد از اقدام به اون کودتای ناموفق در سال 2016، بر کسی پوشیده نیست که پدر یکی از پدران معنوی جنبش اسلامگرایی سیاسی در ترکیه بوده، کسی که امثال خود رجب طیب اردوغان و بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه سالها ازش به عنوان استاد محترم یاد میکردن، یه اصطلاحی هست در ترکی بهش میگن حجای فندی، بیشتر به معنای همین استاد و در این حال امام به معنای امام جمعه و اینجور چیز هم هست، همیشه به عنوان حجای فندی از این فتح الله گلن یاد میکردن، ولی خب اتفاقایی که درگیری های داخلی که بینشون به وجود اومد مخصوصا بعد از سال 2013 و تصفیه هایی که افراد منصوب به گلن در نهادهای قضایی ترکیه علیه شخص اردوغان و نزدیکانش و وزرای کابینش شروع کردن، اون درگیری خب طبیعتاً خیلی بیشتر شد و به ماجراهای اقدام به کودتای سال 2016 که همین روزها هم اتفاقاً نزدیکیم به سالگردش منتهی شد و تا حد زیادی از ساختارهای مختلف جامعه و اقتصاد و سیاست ترکیه کنار گذاشته شدن، ولی خب فتح الله گلن تا مدت‌ها پدر معنوی اسلامگرایان در ترکیه بود. این هم الگوی مدارس خصوصی، دانشگاه ها و دوره های آموزشی که ازش صحبت کردم در اون دوره های مخصوصا دهه 80 تا اواخر دهه 90 اسلامگراها تونستن خیلی راحت و خیلی آزادانه در خیلی از موارد سازماندهی بکنن نیروهای مذهبی رو و از طریق وابسته سازی بخش های عمده ای از بخش های فرودست جامعه به خودشون از طریق کمک های نقدی، کمک های خیریه‌ای و کمک های مبتنی بر زدودن فقر عمومی
عمومی از طریق شهرداری های محلی تونستن پایگاه اجتماعی سیاسی و قدرتمندی رو برای خودشون بسازن. این که من تا در نهایت بحثم رو میخوام به سیاست های شهری ببرم، ربط اصلیش به خاطر اینه که مشخصا در همه جای دنیا این اتفاق افتاده، ولی ما چون تاکیدمون روی ایران و ترکیه است، در این دو کشور مخصوصا در رابطه با ترکیه، سیاست های شهری نولیبرالی یکی از اصلی ترین، در این حال که یکی از اصلی ترین پیش شرط های تجلی و تحقق انباشت سرمایه در رژیم انباشت نولیبرالی بودن، در این حال یک تأثیر عظیمی هم روی زیست روزمره طبقات کارگر و تهیدستان شهری گذاشتن، که طبیعتاً این تأثیرات منفی و سرکوبگرانه بوده، ولی در نقاطی هم باعث شده، در جاهایی هم باعث شده که تحت یک مدل سرپرستی سیاسی که ازش در علوم سیاسی به عنوان مشتری مداری کلینتالیزم یاد میشه، احزاب حاکم از جمله حزب عدالت و توسعه در ترکیه بتونن در خیلی موارد آرای طبقات فرودست رو به ازای ارائه یک سری خدمات زیرساختی و خدمات مساعدت یا یاری اجتماعی به محرومان جامعه ارائه بدن و در ازاش رأی اونها رو بخرن. به خاطر همین سیاست های شهری در خیلی از نمونه های رژیم های انباشت نولیبرالی از جمله نمونه ایران و ترکیه اهمیت خیلی زیادی برای نخبگان سیاسی در این کشورها داشت. نکته دیگه که میتونم بهش اشاره بکنم، مثلا اجازه بید این نقل قول رو من از اربکان میخواستم بخونم، یادم رفت. اربکان در همون دورانی که نخست وزیر بود و بعد به واسطه اختیاریه ارتش در سال چیزی که معروف شد به روند به فرایند 28 فوریه 1997 در نهایت استعفا داد. یعنی تو این بازه سالای مثلا 87-8 تا 97-8 اسلامگرایی سیاسی رادیکال تر در ترکیه یکم احیا شده بود و به خاطر اینکه جلوی این احیای اسلامگرایی سیاسی رو بگیرن، ارتش ترکیه به نفع اسلامگرایان میان روتر دولت اربکان رو بهش اختیاریه داد که اگر یه سری تدابیر پیشگیرانه در رابطه با گسترش اسلام رادیکال انجام نشه، با کودتا مواجه خواهد شد. و به خاطر همین دولت اربکان هم در اون سالها استعفا داد و در نهایت فضا برای بحران سال 2000 و اوایل سال 2000، یعنی بحران سال 2001 فراهم شد، که در نتیجه اون بحران حزب عدالت و توسعه تونست تشکیل بشه و در اولین انتخاباتی که شرکت کرد تونست برای اولین بار در یه بازه حدوداً 20 ساله تونست یه دولت واحد، یعنی دولت غیر ائتلافی، دولت اکثریت تشکیل بده. و از اون روز به بعد هم تا به امروز به عنوان حزب حاکم هی انتخابات مختلفی رو از جمله انتخابات سراسری و محلی با پیروزی پشت سر بذاره. اما اون نقل قولی که از اربکان میخواستم بگم همچین چیزی بود. اینم نشون میده که خب چه اسلامگرایی سیاسی رادیکال و چه اسلامگرایی سیاسی، چه پسا اسلامگرایی سیاسی در ترکیه عملا نسبتشون با ارزش‌های جامعه سرمایه‌داری به چه ترتیبی. اربکان در یه سخنرانی معروفش الگویی داشت به اسم نظم اقتصادی عادلانه، که اینو خیلی تبلیغش می‌کرد، که در عین اینکه تجارت رو پیش می‌برد، یعنی الزامات سیاست اقتصاد سرمایه‌دارانه رو ادامه میداد، در این حال هم نیم نگاهی به ارزش‌های برابری خواهانه یا عادلانه در معنای اسلامیش
داشته باشه. در این سخنرانی اشاره میکنه که نظم اقتصادی عادلانه، یعنی همون اون بود خودش تبلیغش رو میکرد سالیان سال، حاوی هیچ تناقضی بین اصول اسلامی و منطق بازار آزاد نیست. این یکی از مش نمونه خروار صحبت هایی که اربکان در اون دوره انجام داد و در این حال میشد نشون داد که اسلامگرایی سیاسی داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه بتونه به عنوان یک بازیگر برجسته در تحمیل و تحقق سیاست های نولیبرالی در ترکیه قد علم بکنه. اتفاقی که با ظهور حزب عدالت و توسعه، اردوغان و سایر حلقه های بنیانگذار این حزب از بعد از سال 2002 شکل گرفت. حالا جالبه که بدونید در همون دوره که اردوغان قدرت گرفت و حزب عدالت و توسعه رو تأسیس کرد، اونها هم خیلی حول مدل های اقتصادی اسلامی سعی کرده بودن قبلش مانورهایی رو انجام بدن. یک کتابی که سالها پیش به فارسی ترجمه شده بود، از نشر نی منتشر شده بود، به اسم دقیقش یادم نیست، در مورد اقتصاد دموکراسی در ترکیه، نوشته هاکان یاوز بود. این هاکان یاوز یکی از مشاوران ارشد حزب عدالت و توسعه در زمان تشکیلش بود که در از سیاست‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی عدالت و توسعه رو تبلیغاتشون و پروپاگانداشون رو انجام میداد. در این تأکیدی که اون موقع بر الگوی ربط ماهوی اسلام و اصول منطق بازار آزاد اینا سعی میکردن وضع بکنن، تاکید بر روی الگوی مدینه بود. یعنی این جالبه، حالا من خیلی چون به خاطر سن کمترم خیلی در زمان انقلاب یادم نیست، ولی احتمالا همین مباحث در ایران هم به یه نحو دیگه وجود داشته، ولی مثلا تاکید بر الگوی مدینه خودش نشانگر یک گرایش کاملا تجارت آزادی درون اصول اسلامی هستش، چون الگوی مدینه رو اینطوری در نظر میگیرن که نخستین جامعه اسلامی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد بوده که توش مداخله دولت وجود نداشته، انحصارگرایی وجود نداشته و شرایط هم شرایط تقریبا خارج از یا فارغ از مالیات بوده و در این حال مبتنی بر یه نظام باستوزی زکات محور بوده که این اصول رو اسلامگرایان سیاسی در ترکیه معتقدن که پیامبر اسلام در بهترین شکل خودش پیاده کرده و اصلی ترین روشیه که میشه برای کاهش نابرابری ازش استفاده کرد. خیلی سعی کردن حول و حوش این ایده بازار آزاد اسلامی یا مدینه، الگوی مدینه، خیلی سعی کردن مانور بدن. تو همین کتابی هم که چند ثانیه پیش اسمش رو آوردم خاطرم هست که خیلی توضیحات مفصلی در رابطه با این الگو وجود داشت. اما تمام این اتفاقات توی ترکیه باعث شد، یعنی اوجگیری اسلام رادیکال سیاسی، اربکان خودش بعد یه سری فعالیت هایی رو انجام داده بود که در نگاه کمالیست ها یا ارتش ترکیه یا دستگاه حاکم ترکیه خیلی کارهای مثبتی نبودن، چون باعث اصطلاحاً تخطی از یکی از اصول جمهوریت که اصل سکولاریسم بود میشد و خیلی از این کارا رو اربکان در خلال دهه 1990 انجام داده بود. آش جوری غلیظ شد که در 28 فوریه 1997 ارتش ترکیه، همونجوری که گفتم، یه اختیاریه صادر کرد و برای جلوگیری از گسترش اسلام رادیکال عملا شرایط استعفای
یا سرنگونی دولت اربکان رو فراهم کرد و بعد از اون هم اسلامگرایان رادیکال دیگه خیلی نتونستن خودشون رو در سپهر سیاسی ترکیه معروف بکنن. زمانی که رجب طیب اردوغان در سال 2002 حزب عدالت توسعه رو تشکیل داد و انتخابات رو پیروز شد، قبلش تونسته بود که یک فاصله گذاری بین خودش و اسلامگرایان سیاسی بکنه. در این حال من اینو بگم که خب اردوغان خودش در احزاب متوالی که هی تأسیس می شدن و تعطیل می شدن در اواخر دهه 90 و احزاب اسلامگرا بودن مثل حزب فضیلت، مثل حزب سعادت و غیره، تو اون دوره به واسطه انتخاب شدن به عنوان شهردار استانبول در سال 1994 تونسته بود که خودش رو به جامعه ترکیه، مخصوصا به مهاجران عمدتا فرودست شهری یا تهیدست شهری که در مناطق پیرامونی تر شهرداری بزرگ استانبول بودن، تونست خدمات رفاهی خیلی زیادی به اون ارائه بده و تونست اصطلاحا باعث تحرک طبقاتی بین اون طبقات بشه. حالا در این رابطه جالبه که یه اشاره‌ای به رمان اورهان پاموک بکنم. همونجور که میشناسید پاموک یکی از غول‌های ادبیات معاصر ترکیه است. یک کتابی داره به اسم، من ترکیشو اول بگم، کافامدا بیر توهافلیک اسم ترکیشه، در فارسی اینو ترجمه کردن، من یه ترجمه رو دیدم، ترجمه کردن به اسم شوری در سر. این رمان یه شخصیتی داره به اسم مولود که یه آدمیه که از یکی از شهرهای آناتولی مرکزی مجبور میشه برای پیدا کردن کار بیاد تو استانبول دهه اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 و از خلال اصطلاحاً توصیف سرگذشت این مولود از وقتی که به استانبول میاد به عنوان یه کارگر مهاجر و مجبور میشه شروع بکنه به دست فروشی کردن و انواع و اقسام تجارب در انواع و اقسام اشکال دست فروشی رو تجربه میکنه، در نهایت به واسطه گرایشات مذهبی که از قبل داشته و فعالیت هایی که احزاب اسلامگرا از جمله شخص اردوغان از 1994 به این طرف در مناطق شهری و عمومی استانبول برای بسیج فرودستان انجام میده، این مولود هم به یک اصطلاحا نون و نوایی میرسه و در نهایت در آلونک هایی که میشستن به واسطه سری تغییر و تحولات در حیطه اعلام معافیت، این اشتباه گفتم در ترکی، مجوزهایی که قبلا صادر نمیشد برای حلبی آبادها، حلبی آبادهایی که شکل گرفته بود و بعد از یه مدت یه سری مجوز ساخت و ساز قانونی برای اون افرادی که اونجا ساکن بودن دولت ترکیه تعبیه کرد که به واسطه اون بتونن مالک اون تیکه زمینی باشن که از قبل خودشون اصطلاحاً اشغال کرده بودن و به واسطه مثلا یه همچین فرایندی در ترکیه اواسط دهه 1990 بخش عمده ای از مهاجران روستایی که وارد شهر شده بودن و عمدتاً از منظر سیاسی راستگرا بودن، حالا یا راستگرای ناسیونالیست بودن یا راستگرای مذهبی بودن و در هر دو شکلش طیف‌های مختلفی داشتن از میانه رو تا خیلی افراطی، عمده این افراد تونستن صاحب ملک بشن و اصطلاحاً دوچاره تحرک طبقاتی بشن. این داستان شوری در سر آقای اورهان پاموک که زندگی سرگذشت مولود رو روایت میکنه برای ما، دقیقاً داستان به یک ترتیب ظهور اسلامگرایی سیاسی از بطن جامعه ترکیه هم هستش. خیلی خوب تونسته اون تحولاتی که اسلامگرایی سیاسی به وجود آورد و در معانی مثبت و منفیشو خیلی خوب تونسته روایت میکنه و حتما پیشنهاد میکنم رفقا اگر زمانی وقت داشتن بخونن، البته نه اون ترجمه‌ای که من خوندم چون ترجمه خیلی بدی بود. خدمت شما عرض شود که به خاطر همین اساسا سیاست‌های شهری در هر جایی که سیاست‌های نولیبرالی پیاده شدن
در سطح جهانی خیلی اهمیت زیادی داشتن برای انکشاف سرمایه داری نولیبرال. خب ما دیگه اصلی ترین متفکری که تو این حوزه ها کار کرده رو به واسطه معرفی و ترجمه آثارش تو فارسی میشناسیم، دیوید هاروی سال هاست داره تو این حوزه ها به عنوان جغرافیدان، انسانشناس و اقتصاد سیاسی دان داره کار میکنه. ولی طبیعتاً خب سنت مثلا مارکسیستی نقد اقتصاد سیاسی شهری که از قبل وجود داشت، از خود انگلس این سنت پایه میگرفت، شکل میگرفت تا افراد دیگه‌ای که در نهایت با آثار مثلا یکی مثل هنری لوفر محبوبیت خیلی چندانی پیدا کرد و اصلا چیزی که ما بیشتر علوم اجتماعی میگیم چرخش فضایی، یعنی اهمیت داشتن فضا به عنوان یکی از عناصر اصلی تولید در سیستم سرمایه داری. ما دیدیم که پژوهشگرای مارکسی زیادی در قرن بیستم به این مسئله پرداختن. در ایران هم در سالهای اخیر خیلی از این مباحث خوشبختانه تونسته مطرح بشه از طریق ترجمه یا انجام پژوهش‌هایی در راستای همین چارچوب‌های تحقیقاتی. به خاطر همینه که به قدرت رسیدن اردوغان در یک جایی مثل شهرداری استانبول اهمیت بسیار زیادی نه فقط برای شخص خودش به عنوان یک سیاستمدار داشت، باعث شد که بعدها که خودش حزب عدالت توسعه رو پای میذاره خودش رو به عنوان یک رهبر پوپولیست مردمی طرفدار طبقات فرودست تونست جا بزنه و در این حال خواستگاه طبقاتی خودش هم همچین چیزی هست. این خودش یک فردیه که از شهر ریزه واقع در شمال شرقی ترکیه میاد، یک آدم در برابر اون مدل اصلی مدرنیزاسیون ترکیه که مبتنی بر هویت ترکیه استانبولی آنکارایی، استفاده از زبان رسمی گویشی که در این دوتا شهر هست، هنجارهای اخلاقی رفتاری و فرهنگی که در این دوتا شهر تجلی پیدا کرده، خب خیلی با این مدل فاصله داره هنوزم که هنوز اردوغان. و این یکی از ویژگی های خب طبیعتاً رهبرهایی هست که به عنوان رهبرهای آنتی استابلیشمنت درون ساختارهای سیاسی ظهور میکنن. مثلا ما نمونه همچین چیزی رو تو ایران در کیس احمدی‌نژاد داشتیم. به هر ترتیب زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید تقریبا تمامی شرایط داخلی و خارجی براش مهیا بود که بتونه خودش رو به عنوان متصدی اصلی سیاست‌های نولیبرالی در ترکیه معرفی بکنه. از یه طرف اردوغان اعلام کرده بود، یه جمله معروفی داره که پیرهن بصیرت ملی، یعنی پیرهن جنبش بصیرت ملی رو از تنش خارج کرده و دیگه یک اسلامگرای افراطی یا یک اسلامگرای رادیکال یا یک اسلامگرای وابسته به جنبش بصیرت ملی به رهبری نجم الدین اربکان نیستش. وقتی که اردوغان اعلام کرد دیگه نسبتی با جنبش اسلام رادیکال در ترکیه نداره، طبیعتاً این مورد قبول و مورد خوشایند خیلی از هم جریانات سیاسی داخل ترکیه هم جریانات سیاسی خارجی قرار گرفت، جوری که خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپای غربی و خود ایالات متحده که اون موقع بوش پسر رئیس جمهورش بود شروع کردن به ترویج مدل اسلام حزب عدالت و توسعه، یعنی اسلام میانه رو در هم تنیده شده با ارزش‌های جامعه بازار و یا ارزش‌های لیبرالی و نولیبرالی. همون سال‌ها ما در ایران هم شاهد این بودیم که اصلاح طلبانی که بر مسند قدرت بودن دست کم در قوه مجریه و روشنفکران ارگانیکشون به شدت ترویج میکردن همین مدل از توسعه اقتصادی همراه با حفظ ارزش ها رو. خب این چیزیه که تو ایران از همون اوائل انقلاب یا بعدش موصوف شد به اسلام آمریکایی و نمیدونم
یه سری عناوین این مدلی در ادبیات پژوهشی خیلی به این چرخش در بین اسلام‌گرایان به عنوان پسا اسلام‌گرایی ازش صحبت کردن که خیلی بیشتر در همراستای با ارزش‌های دموکراتیک ضد اقتدارگرایی و توسعه اقتصادی. اصلی ترین کاری که حزب عدالت و توسعه بعد از به قدرت رسیدن انجام داد این بود که قانون کار رو توی ترکیه تغییر داد. خب همینجور که میدونید و همینجور که در مباحث رفقای قبلیمون هم از بعد وجود داشت، من دیگه به اون نکات لا هیچ به انقدر رفقامون به خوبی و جامع و منسجم ارائه دادن که هر گونه ارجاع من به اون میتونه انسجام صحبت های اونا رو زیر سوال ببره، ولی همونجور که میدونیم سیستم نولیبرالی مبتنی بر یه سری اصول مشخص و یه سری سیاستگذاری مشخص هستش. یکی از اصلی ترین ارگان، یعنی از اصلی ترین فرایند هایی که سیستم های اقتصاد نولیبرالی از طریقش خودشون رو متحقق میکنن، همونجوری که میدونید خصوصی سازی ها هستش، یه بخشش مقررات زدایی هستش، یه بخشش بین المللی شدن ورود و خروج سرمایه هستش، یه بخشش منعطف سازی روندهای کار هستش یا قراردادهای کاری یا بی ثبات سازی نیروهای کار هستش که خب هر کدوم از این حوزه ها رو اگه بخوایم پیشو بگیریم چه در ایران چه در ترکیه میبینیم ظرف دست کم 30 سال گذشته چه تغییر و تحولات شگرفی توش انجام شده و چقدر باعث فقیرتر شدن بخش های هر دم فزاینده ای از جامعه در هر دوی این کشورها شده. به حزب عدالت و توسعه اگه بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، از سال 2003 یک قانونی وجود داشت به اسم قانون کار شماره 4857، یعنی 4857، که این قانون کار دست کم تا قبل از اون اجازه تشکل یابی راحت تر، اجازه عدم صدور قراردادهای موقت کار برای کارفرمایان و چیزهای دیگر رو میداد و حزب عدالت و توسعه وقتی به سر کار اومد یکی از اولین کارهایی که انجام داد در راستای نشون دادن خودش و تضمین کردن مشروعیت خودش پیش نیروهای حامی خودش چه در سیاست ترکیه و چه در سیاست بین الملل تغییر این قانون کار بود که اصلی ترین ویژگی ها و دستاورد های جنبش کارگری در ترکیه رو تحت تاثیر قرار داد. بعد از خودش عمده ترین کاری که توی این تغییر قانون انجام شد منعطف سازی روند های کار با هدف افزایش رقابت پذیری و بهره‌وری نیروی کار بود. این ادبیات اصلا ادبیات بیگانه و غریبی برای ما نیست، ما این ادبیات رو در همه جای دنیا از جمله در خود ایران سر و کار داریم که به بهونه افزایش بهره‌وری انواع و اقسام حملات به تمام دستاوردهایی که جنبش‌های کارگری در طول قرن بیستم با خون و پوست و گوشت و استخون ازش دفاع کرده بودن و به دست آورده بودن، تمام این دستاوردها رو در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه مدت حتی بعضن از طریق قوانینی که یک شبه وضع می‌شد سعی کردن نابود بکنن. این فرایند در ترکیه متصدی اصلیش حزب اسلامگرا یا پسا اسلامگرای نولیبرال عدالت و توسعه بوده. از حیطه مربوط به کارمندان بخش عمومی، کارمندان بخش دولتی گرفته تا حوزه آموزش، حوزه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و خیلی دیگه و خیلی از حوزه های دیگه از جمله حوزه های خدماتی
روندهای بی‌ثبات سازی و منعطف سازی در بین نیروهای کار در تمام این سالا خود ترکیه پی گرفته شده. یه چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم، مثلا تعداد کل خصوصی سازی هایی که در ترکیه از دهه 80 تا سال 2003 وجود داشته یه چیز نزدیک 8240 بنگاه خصوصی سازی شده بوده. تو بازه زمانی سال 2004 تا 2008، یعنی دوره اول حزب عدالت و توسعه، از 8000 که در یک بازه زمانی تقریبا 14-15 ساله قبل از خودش هم بیشتر بود، در یه بازه 4 ساله اون عدد بنگاه‌های خصوصی سازی شده از 8000 به حدود 29000 میرسه. تو فاصله بازه سالهای 2009 تا 2013 این رقم به 22222 افزایش پیدا میکنه و در بازه سالهای 2014 تا 2019 از روند سعودیش از سرعتش کمتر میشه و به رقم نزدیک به 11815 بنگاه خصوصی شده میرسه. خدمت شما عرض شود که این روندهای خصوصی سازی در ترکیه همزمان بود به یه یورش گسترده به نیروهای کار که در موردش صحبت کردیم. این همین اتفاقات ما توی ایران با اصلاح قانون کار در اوایل دهه 2000 اتفاقا در زمان دولت خاتمی باش مواجه بودیم که اصلاحات قانون کار در نهایت فضا رو برای به نفع سرمایه و به نفع و به ضرر کارگرا شدیدتر کرد، تشدید کرد و حتی چیزی که در صحبت‌های رفیق محمد سعیدی هم بود، کارگاه‌های زیر 10 نفر رو هم از شمول قانون کار خارج کرد. تمام این اتفاقا خب همون چیزیه که تحت عنوان بی‌ثبات سازی یا منعطف سازی روندهای کار ما باش در کشورهای اصلی سرمایه داری یا کشورهای سرمایه داری پیشرفته هم به ترتیبی سر و کار داشتیم. در کشورهایی که توسعه سرمایه داری توشون متأخرتر بوده این روندها رو با یک تأخیر زمانی یکم بیشتری شاهدش هستیم. من معذرت میخوام که خیلی گرم صحبت شدم و از این زمان بندیمون یکم پا رو فراتر گذاشتم. خیلی خلاصه من یه اشاره هم بکنم به این تحول سیاست‌های شهری در ایران و ترکیه. من بخش عمده‌ای از تمرکزم رو اینجا باز گذاشتم رو توضیح اتفاقایی که در ترکیه افتاد، چون احساس می‌کنم طبیعتاً برای رفقای خودمون، برای مخاطبی که فارسی بلده، صحبت کردن از ترکیه شاید جذابیت بیشتری داشته باشه نسبت به صحبت کردن از ایران. به خاطر همین بخش عمده از تمرکزم روی این روندهای نولیبرالی در ترکیه بعد از 1980 شد. یکی دو تا نکته اساسی رو باید در این رابطه در مورد وضعیت سیاست‌های شهری در ترکیه بهش اشاره کرد. اینکه نولیبرالیسم در ترکیه همونطور که گفتیم با ارتش ترکیه از راه رسید، یعنی با کودتای ارتش ترکیه و شخص اوزال از راه رسید و بعد از یه بازه تقریبا 10-15 ساله آروم آروم جای خودش رو به عنوان متصدی اون سیاست ها، جای اوزال جای خودش رو به ائتلافی از دولت های مختلف و در نهایت اسلامگرایانه رادیکال داد که به واسطه اون فرآیند 28 فوریه 97 دخل اونها هم اومد و در نهایت عرصه برای ظهور و شکلی حزب عدالت و توسعه فراهم شد. کاروی مقاله معروفی داره به اسم از مدیریتگرایی تا کارآفرینگرایی، ترجمه فارسیش میشه، که فکر میکنم ترجمه فارسیش هم موجود باشه، روی اینترنت هست. توضیح میده که سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته عمدتاً از چند طریق مشخص انجام میشن که یکی که
یکی از اونها مشخصا سیاست های انباشت از طریق سلب مالکیت هستش. در مورد اینکه این سیاست ها چیه خیلی توضیح زیادی فکر نمیکنم لازم باشه بدیم. این سیاست هایی که ما خودمون در ایران تحت عنوان بازسازی بافت فرسوده شهری یا نوسازی شهری یا موارد مشابه در سالیان بعد از 1990 شاهدش بودیم، همین اتفاقات در ترکیه هم افتاده و دولت برخلاف اون چیزی که در سیستم نولیبرالی سعی میشه که تلقیم بشه به مردم که دولت باید کوچیک باشه و نولیبرالیسم یعنی سیستمی که توش دولت محدوده، نهایتاً مداخلش زمانی مداخله به نفع بازار میکنه که زمانی مداخلش مشروعه که به نفع بازار باشه، میبینیم که اصلا حقیقتاً اینطوری نیست. نولیبرالیسم در این معنا اتفاقا نیازمند یک دولت اقتدارگرایه برای اینکه بتونه منافع سرمایه رو به رغم تمام مقاومتایی که از جانب نیروهای مختلف کار یا بخش مختلف جامعه میشه بتونه جواب بده. و اتفاقی که در ایران، ترکیه، شیلی و خیلی دیگه از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه افتاده به واسطه انکشاف این سیاست‌های نئولیبرالی چیزی به جز این نبوده که این دولت‌های مقتدر، حالا این دولت می‌خواد شکل ولایت فقیه در به خودش بگیره یا می‌خواد شکل یک دموکراسی نیمبند فرتود شده در ترکیه مثلا، دولت قانونی که خیلی حرفشو می‌زنن، صورت گرفته باشه یا موارد دیگه. در ترکیه همزمان با کودتایی که اتفاق افتاد، یکی از تغییر تحولات اصلی در حوزه سیاست گذاری مربوط به بخش مسکن شد. یک سازمانی شکل گرفت به اسم سازمان توسعه مسکن انبوه، توکی مخففش به ترکی، شکل گرفت که این سازمان در اون سالها خیلی نتونست کاری بکنه ولی دقیقاً مدل توسعه اقتصادی که اردوغان بعد از تشکیل عدالت و توسعه شروع کرد بهش اصطلاحاً متوسل شدن، از طریق تمرکز و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در پروژه های ساخت و ساز بود. یعنی بخش یا سکتور ساخت و ساز، کانستراکشن، برای این مدل از توسعه نولیبرالی نقش نیروی محرکه رو بازی کرده. ما این همین وضعیت رو کم و بیش در ایران هم شاهدش بودیم. اتفاقایی که در ایران در شهرداری شهرهای بزرگ از جمله خود شهر تهران تحت عنوان تراکم فروشی در سالهای مختلف مخصوصا در دهه 90 1990 شاهدش بودیم، نمونه های محلی از یه همچین گرایش بین المللی هستن. تو ترکیه هم این کار از طریق یک سازمانی به اسم سازمان توسعه مسکن انبوه اتفاق افتاد به اسم توکی. این توکی در دوره عدالت و توسعه بیشتر از، یعنی چنان اختیاراتی پیدا کرده که اختیاراتش تقریبا بیشتر از وزارت شهرسازی ترکیه به عنوان یکی از بخش‌های تشکیل دهنده دولت ترکیه هستش. تو تمامی پروژه‌های ساخت و ساز هستن، کسایی که ترکیه اومده باشن ظرف سال‌های اخیر احتمالاً بنرهای آویزون شده این سازمان توکی رو دیدن. هر جای کوچکترین تغییر تحولی به لحاظ کاربری زمین، کاربری ارضی بخواد اتفاق بیفته، این سازمان توکی یکی از اولین نهادهایی هست که واردش میشه اونجا رو غصب میکنه و تملک اونجا رو برای خودش در میاره. بخش عمده ای از روندهای مبارزه با توی دستان شهری توی ترکیه که از طریق تخریب زاغه ها و حلبی آباد ها پیش رفته توی ترکیه، بانی اصلیش همین سازمان اصطلاحاً مسکن، تولید مسکن انبوه، توسعه مسکن انبوه بوده که در همکاری با شهرداری‌های محلی و دولت مرکزی تونسته پول‌های بسیار زیادی رو به جیب بزنه، از معافیت‌های مالیاتی عجیب و غریبی برخوردار بشه و تمامی هزینه‌های تولید براش هزینه‌های حداقلی بوده باشن، به جوری که الان این سازمان خودش تبدیل به یک امپراتوری عظیم در حوزه مستقلات ترکیه شده. مثلا در رابطه با سیاست‌های شهری کارهایی که این سازمان کرده، من در اون مقاله داستان دو شهر
در بخشش که مربوط به مقایسه تهران و آنکارا بود، در نمونه آنکارا به یه مواردی ازش اشاره کردم، مثلا در فاصله بازه‌های زمانی 7-8-10 ساله هزاران هزار محله زاغنشین تخریب شدن، این وسط صدها نفر به واسطه تخریب غیر اصولی کشته شدن، کلی مقاومت محلی شکل گرفته در برابر این تخلیه ها و و و. یکی دیگه از کارهایی که این میکنه ساختن یه چیزایی مثل هم مدل مسکن مهری که ما در ایران داریم، ولی عمده این ساخت و سازها در نواحی اطراف شهر انجام میشه و عمدتا برای خانواده هایی که سابقا حلبی نشین بودن و شکل‌گیری و توسعه همچین سازمانی به واسطه ساخت این خونه هایی که ساخت سازمان توکی هست، در این حال باعث شده که خیلی از مردم ترکیه خواه ناخواه در چنبره و در چنگال ایدئولوژی اسلامگرای نولیبرالی که حزب عدالت و توسعه داره نمایندگیش میکنن گرفتار بشن. بخشی از خیلی از این خونه ها رو شما میتونید ببینید در مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ ترکیه که به شدت مشکل حمل و نقل دارن به مراکز شهری، به شدت دور افتاده هم منزوی هن، یعنی حالت جزیره‌ای دارن و مشخصا از منظر بارستولید مناسبات جنسیتی و مناسبات پدرسالارانه جنسیتی علیه زنان هم نقشه به سزایی ایفا کردن. در عمده موارد کسانی که توی این مجتمع های مسکونی توکیه خارج از شهر زندگی میکنن عمدتا مردانشون سر کار میرن، چون هزینه رفت و آمد بیشتره به خاطر عدم توسعه زیر ساختای حمل و نقلی، و عمده زنها در محیطی که پایین اون ساختمون، یعنی تو محوطه اون شهرک یا بین اون بلوک ها هست، بخش عمده ای از اجتماعی شدن و وقت گذروندنشون زنان به اون ترتیب انجام میشه و مرکز فرهنگی هم وجود نداره. معمولا مراکز فرهنگی هم که وجود دارن توشون عمدتا کلاس‌های قرآن و مسجد و چیزهای این مدلی هن و کاملا اصطلاحا کسایی که در این حوزه مطالعات شهری ترکیه کار میکنن این پروژه های شرکت توکی رو که به اصطلاح قرار مسکن اجتماعی باشه، پروژه های کاملا ضد اجتماعی تلقی میکنن و در نظر میگیرن، روش پژوهش های مفصلی توی نمونه های مختلف کردن. این همین اتفاق مثلا ما توی ایران به واسطه، البته با تفاوت های خاص خودش دیگه، به واسطه اون پروژه معروف بزرگراه نواب توی تهران داشتیم در دهه 90. خب کسایی که با این مبحث آشنا باشن میدونن که ساکنان بومی اون منطقه افراد عمدتاً کارگرای مهاجر بودن تا قبل از اینکه پروژه نواب و ساختمان‌های رنگی اطراف نواب بخوان به عنوان خونه‌های شرکتی ساخته بشن، اونجا زندگی می‌کردن. به واسطه شکل‌گیری پروژه نواب حدود 5000 نفر تو همون دوره است، همون منطقه توی تهران فقط اصطلاحاً سلب مکان میشن، یعنی خونه هایی که توی زندگی میکردن از چنگشون خارج میشه و هر ترتیبی تخریب میشه و فضا برای توسعه شهری که اون موقع در دوران شهرداری کرباسی توی تهران اتفاق افتاده بود فراهم شد. حالا من میتونم اینجا یه چند تا جمله به عنوان نتیجه گیری اگه بشه از این بحث پراکنده و غیر منسجم هم نتیجه بگیرم، چند نکته هم به عنوان پایان بندی بدم و بعد بریم سراغ بحث و گفتگو اگر رفقا موافق باشن. اینکه اصلی ترین نتیجه که از این جور مقایسه ها میشه، این مقایسه ها خیلی جاها خودتون، یعنی خیلی از بچه‌هایی که تو حوزه علوم اجتماعی هستن یا خیلی از مخاطبا ممکنه به راحتی به این نتیجه برسن که انجام این مقایسه ها، یعنی انجام پژوهش‌های تطبیقی
در مورد دو تا کشور، حالا فارغ از این دو تا کشور با هم همسایه باشن یا نباشن، اشتراکات فرهنگی تاریخی داشته باشن یا نداشته باشن، همیشه یه تیغ دو لبه است. یعنی همونقدر که میتونه خیلی راهگشا باشه و شباهت ها و تفاوت هاشون رو در یک تصویر کلی به ما ارائه بده، همونقدر هم میتونه بعضی وقتا گمراه کننده باشه، برای اینکه مانع از این بشه که باعث بشه بریم سراغ پژوهش و تحلیل مفصل تر دینامیک هایی که در هر جامعه منحصر به فردی وجود داره. ولی خب طبیعتاً پژوهش اجتماعی هم چیزیه که در همین خلال شکل میگیره. هر فرد، هر دانشجو یا هر کسی که تو این حوزه کار میکنه بر مبنای اولویت‌های پژوهشی خودش میره بنویسه. یکی از دلایلم که باعث شد من تز کارشناسی ارشدم رو تو این حوزه کار بکنم، یه تجربه زیست روزمره خیلی عادی بود، یعنی از روی همچین چیزی در اومد. به خاطر همین اونم این که مثلا شهر آنکارا که ساکنش هستم یا شهر تهران که قبلا ساکنش بودم چقدر به هم دیگه شبیه هم، در این ها که اصلا دیگه تفاوت دارن. بعد تا هر چقدر میری جلوتر متوجه میشین که خب این شباهت ها به خاطر وجود یک سری روند های سیاست گذاری مشخص در این کشور ها بوده، اون چیزی که ما ازش به عنوان نولیبرالیسم یاد میکنیم و خیلی ها به خاطر این به ما فوش میدن که شما چجوری میتونید بگید ایران اسلامگرایان سیاسی ایران نولیبرالن، اینا سرمایه دار نشدن هنوز، چجوری میتونن نولیبرال باشن؟ که همونجور که اول صحبت هم گفتم دیگه، این بحث مثلا از حیز انتفاع باید ساقط بشه، چون هنوز کسی که معتقد سرمایه داری توی ایران نیومده به نظر من باید یه دور بره توی این مراکز خرید دست کم توی شهر بزرگ فارسی بزنه و ببینه که تقریبا خیلی اون مراکز خرید با این مراکز خریدی که تو کشورهای دیگه هستن خیلی فرقی نمی کنن. فضاهای شهری به همین ترتیب خیلی کشته شدن، خیلی از بین رفتن، خیلی کالایی شدن اصطلاحاً، و بخش عمده از مردم عادی یعنی طبقات کارگر، طبقات فرودست، در خلال تحقق این سیاست ها یا پیاده سازی این سیاست ها جون خودشون رو از دست دادن، سلب مالکیت شدن یا با انواع و اقسام تعرضات به حقوق ابتدایی انسانی و اجتماعیشون، حالا میخواد حقوق دموکراتیکشون باشه یا حقوق بیسیکترشون باشه، با این روندها مواجه شدن. و اون چیزی که من حالا در اون مقاله داستان دوشه اسمشو گذاشتم، نه که من گذاشته باشم، با ارجاع به نظریات دیگه ازش یاد کردم، به عنوان شهرهای نولیبرال که آنکارا و استانبول در ترکیه و تهران در نمونه ایران روشون کار کرده بودم، از این نظر واقعا تفاوت بنیانی از منظر پیاده سازی سیاست های نولیبرالی با هم دیگه ندارن. توی دستان شهری و طبقات کارگر توی این کشورها، توی این شهرها به شدت مورد حمله قرار گرفتن ظرف سالیان اخیر، انواع و اقسام حقوقشون ضایع شده، هر وقت خواستن تشکلیابی بکنن به انواع و اقسام بهانه هایی که ناشی از امنیتی سازی سیاست بوده مواجه شدن، کوچکترین تلاش ها برای تشکلیابی منتهی شده به اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی و مخالفت با اسلام و معاندت و نمیدونم اما و اقسام این برچسب های ایدئولوژیکی که دولت حاکم چه در ایران چه در ترکیه به یک نحو دیگه به این فعالیت ها میزنن، همیشه با اینا مواجه بودن. و اگر من امشب تونسته باشم یکم در رابطه با تجربه ترکیه و تجربه ایران یه خطوط کلی رو مطرح کرده باشم، همین قدم برای من کافیه. میدونم بحث زیاده، منم در این حال خودم همونجور که اول بحث گفتم مثل رفقای دیگه همون اونقدر هنوز توانایی سخنوری و مطرح کردن منسجم مباحث رو ندارم، از همشون یاد میگیرم و امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه. اگرم مفید نبوده دیگه احتمالاً رفقا الان جواب اونو میدن. بحث من تمام شد.